همطور که تو گزارش اشاره کردیم آقای ماشینچیان، در واقع هزینه درآمد یک خانوار نمیتونه هزینه اجاره یک آپارتمان کوچیک رو پرداخت بکنه. خریدن خونم که اصلا شده یک رویا، مردم چه باید بکنن؟ درود بر شما. حقیقتا هیچ راهی به ذهن من نمیرسه، کما اینکه خود من هم مدتی پیش با همین اوضاع دست به گریبان بودم. و در مورد حداقل خود من خب یک جوانی هستم که از تحصیلات خوبی برخوردار بوده، کار خوبی داشته، درآمد خوبی داشته، چند جا کار میکرده. با این وجود زندگی اجاره نشینی در تهران برای من هم دشوار شده بود. حقیقتا دشوار تصور این که کسانی که ممکنه چند تا بچه داشته باشن یا درآمدشون کمتر باشه، اینها چه خواهند کرد در این شرایط. متاسفانه راه حل هایی که از سمت مسئولان میشنویم خیلی ناامید کننده است. دولت رئیسی در یک دوراهی گیر افتاده. از یک طرف تعهداتی داره و قولهایی داده و داره سعی میکنه که اون تعهدات رو برآورده کنه یا حداقل اون باری که روی دوشش هست رو ادامه میده. از طرف دیگه اون تعهدات همشون عواقب تورمی دارند و واقعیت اینه که قیمت اجاره بها، قیمت ملک به طور کلی در کشور ما بیش از اون که تابع عرضه و تقاضا باشه، نتیجه اسپکولیشن باشه یا به خاطر طمع و زیاد خواهی مالکین باشه، بیشتر نتیجه سیاست‌گذاری پولی و وضعیت کلی سنجه‌های کلان اقتصاد کشور ماست. در نتیجه از طرف دیگه قادر به کنترل یا اصلاح سنجه‌های کلان اقتصادی تا به حال نبوده و از الان به بعد هم نیست و اونچه که بیشتر بهش میپردازن جنبه نمایشی داره. در نتیجه ما میدونیم که متاسفانه بخش فزاینده‌ای از هموطنان ما آسیب خواهند دید، بیش از پیش آسیب خواهند دید در این شرایط. آقای ماشینچیان باز هم اشاره کردن که یعنی بیان هر کاری که میتونن از دستشون برمیاد انجام بدن برای اینکه اون سقف دستوری رو در این بازار اعمال بکنن. میتونن این بار موفق بشن با اینکه یک تجربه ناموفق بوده دست کم سال گذشته در دولت گذشته؟ به هیچ وجه. همونطور که عرض کردم قیمت، من شاید اگر بخوام یک مفهوم رو به من بگن، شما به مسئولان جمهوری اسلامی اگر بتونی آموزش بدی، اون همین سنجه مهم قیمت خواهد بود. قیمت رو به صورت دستوری نمیشه کنترل کرد. کاری که مسئولان در جمهوری اسلامی میکنن پنهان کردن واقعیت اقتصاد کشوره، نابسامانی اقتصاد کشوره. قیمت هایی که بالا میره اینها سعی میکنن با سرکوب کردنش، با ارعاب مالکان، با اینجوری کنترلش کنن. اینا کار نمیکنه. نتیجهش این است که ما، همونطوری که شما خودتون به درستی فرمودید، در گذشته این رو بارها، نه فقط پارسال، بارها و بارها در طول سالهای گذشته، نه فقط در بازار اجاره و ملک بلکه در تمام بازارها، در مورد روغن نباتی هم این رو انجام دادن، در مورد کالاهای بهداشتی هم این رو انجام دادن، در مورد گوشت و تخم مرغ و گندم و میوه و سایر برنج و چیزهای دیگه هم این کار رو انجام دادن و شکست خورده. این روش کار نمیکنه. به همین خاطری که در تمام دنیا سال هاست که چندین دهه است که این روش قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت ها رو کنار گذاشتن. متاسفانه خیر، این کاری که دارن میکنن صرفا جنبه نمایشی داره و گرهی از کار هموطنان ما باز نخواهد کرد. ممنون از شما. محمد ماشینچیان، روزنامه‌نگار اقتصادی از پنسیلوانیا.